شعله لرزان یک کبریت برهم میزند، اقتدار مطلق یک شام وهم‌انگیز را. عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت آفریدگار ایران، همیانان عزیز و ارجمندم. سپاس از همه مراحمتون و از تشریحاتی که فرمودید. اما چند هفته است که با دکتر اسماعیل نوری‌علا هستیم. ایشون لطف کردن، ما رو همراهی کردن، هدایت کردن به دوران گذشته. عبور کردیم از کوچه پس کوچه های شعر و ادب و فرهنگ اون روز، در قلباب کردیم، یک جاهایی وارد خونه شخصیت های سرشناس شدیم، اونها با از نزدیک اونها آشنا شدیم. خب روی هم یک قشر بسیار فعال، یک نسل کوشا، پوینده، جوشان، گاه وقتی انقلابی، و شماری از اونها خب شیفته ایدولوژی هایی که از غرب آمده بود و اغلب اونها آرمانگرا، و برخی از اونها خب سهم مستقیم داشتن در اون چی که در ایران رخ داد، یعنی انقلاب اسلامی در میهن ما، که وقتی مرور میکنید زندگیشون رو متوجه میشید که به هیچ وجه اینها پیشینه و سابقه مذهبی نداشتن، میلی هم به مذهب تازه هرگز نشون نداده بودن. آقای دکتر نوری‌علا بعد از عبور دادن ما از مسیر شعر و ادب نقد، بردن به عرصه سینما. خود شدم به عنوان جوانی که شیفته سینما بود، پا به عرصه سینما گذاشت. دوستان داشت که اغلب بعدن چهرهای سرشناس سینمایی شدن، مثل آقای بهرام بیضایی و نادر ابراهیمی که رفت تو کار سریال سازی و الحق هم در این کار نسبتا موفق بود، کارای جالبی کرد، کارای یگانه و خیلی متفاوت، از جمله حامی و کامی که سرگذشت دو تا بچه بود، دو تا نوجوان که راه میافتند با پیاده و دوچرخه و ایران رو سیاحت میکنند، و تجربه‌ای که در این سفر پیچاپیچ میاندوزن در ارتباط مردم، ارتباط با طبیعت، دیدن به اصطلاح بازمانده های تاریخی و رسیدن به یک دریافتی، یک دریافت کودکانه از میهن و سرزمین خودش. درود بعد دکتر اسماعیل نوری‌علا عزیز. سلام میکنم خدمت شما، بینندگان شما، همکاران شما، و عذرخواهی میکنم از صدای گرفته ای که در زمستان دنور به این زودی ها باز نمیشه. گاهی صداهای گرفته اثر بیشتری دارن. آقای نوری‌علا عزیز، اگه به خاطرتون باشه، ما برای اینکه دریافتی داشته باشیم از سیر تحول اندیشه خود شما، جهان بینی شما، دنیا نگریتون، و اینکه با چه دنیا نگری وارد عرصه سینما شدید، قرار شد که ما رو در این سفر همراهی بفرمایید، قطب‌نما باشید، بلد ما باشید، ما رو بردید به مکه و مدینه و ما آشنا شدیم با حالا طرز فکری که در واقع طرز فکر غالب شما رو تشکیل میده. اگه لطف بفرمایید ما رو کماکان تو همون سفر هدایت بکنید ممنون میشیم، که بعد از اونجا ما رو وارد عرصه سینما بکنید. موافقی؟ بله بله، حتما عرض کنم که من گفتم که من سه تا حرف مختلف رو در این برنامه ها مطرح کردم. اولیش مسئله ادبیات و شعر و نقد ادبی بود که در یه جایی متوقف شد و ما رفتیم روی مسائل دیگری که منتهی شد به بحث سینما. سینما رم در مقدمات خودش که عرض کنم این چگونه آشنا شدم بنده با سینما گفتیم، و وقتی که رسیدیم به سر صحنه اولین فیلم خودم در اونجا باز متوقف شدیم، و چون حرف عرض کنم که نگرش دینی و عرفانی پیش آمد، من شروع کردم شرح دادن راجب اون ماجرا که صحبت‌های مختلفی کردیم، و بعد من تصمیم گرفتم که برم و این تاریخ صدر اسلام رو در محل وقوعشون یک بار ببینم، و در نتیجه اسنویسی کردم در کاروان شربت اغلی و رفتم به عربستان، و در اونجا چون
این کاروان زودتر میرسید از بقیه کاروانها، ما رو اول بردن به شهر مدینه و سپس ما به شهر مکه آمدیم. این سفر عرض کنم که در مدینه و مکه دو تا افق جدیدی رو بر روی من گشود. قسمت عرض کنم که مدینهش رو به تفصیل خدمتون عرض کردم. مدینه به هر حال اولین شهری بود که اولین حکومت اسلامی درش تأسیس شده بود و پیامبر اسلام که در مکه یه آدم سودایی شیدایی عرض کنم که اهل وحی و اهل عرفان و اهل عشق و رحم و اینها بود، در این هجرت خودش از شهر مکه به مدینه که یه دو ماهی طول کشید و یه دو سال اولی که در اونجا تا جا بیفته و اسلام خودش رو شیوع بده در بین قبایل عرب، در اونجا تبدیل شد به رئیس یک حکومت و در نتیجه تمام تاریخ صدر اسلام در عین حال که یک سبقه و مزه مذهبی داره اما تاریخ سیاسی اسلام است. در اونجا حاکمیت اسلام مستقر میشه. عرض کنم که همه قوای مختلف در وجود پیامبر متمرکز میشند. او عرض کنم که فرمانده لشکر میشه، رئیس دادگستری میشه، عرض کنم که قانون گذار میشه و غیره، و همه حرکاتی هم که اونجا صورت میگیره در واقع جنبه سیاسی داره. و به همین دلیل هم بسیاری از نواندیشانی که این روزها در حوزه اسلام دارن کار میکنن معتقدند که باید تکلیف خودمون رو روشن کنیم. آیا آنچه که از پیغمبر در مدینه باقی مانده است هم جزو دین اسلامه یا اون جزو آیین سیاسی اسلامه؟ و آنچه که اساره معنوی و عرفانی اسلامه آنچه هاییست که ما بهش میگیم مثلا آیات مکی و شرح روزگار گذشته بر پیغمبر در مکه. به هر حال من در سفر مدینه یک بار تاریخ صدر اسلام رو از دیدگاه سیاسی مرور کردم و ذهنم بسیار باز شد نسبت به این که من همه چیز رو از پشت عینک دین و عرفان و معرفت و اینها نبینم، بلکه اونها همه مزه هاییه که در طول تاریخ به یک داستان واقعی تاریخی داده شده است و میتوان اون تاریخ رو به صورت عریان در شهر مدینه مرور کرد. از لحظه آمدن پیغمبر به مدینه، از عرض کنه که مرگ ایشون، از وقتی که ایشون در مجلس دو قبله، صاحب دو قبله، قبله رو از طرف اورشلیم برگردون به طرف مکه و از همینجا رابطه خودش رو با یهودیان و بنی اسرائیل قطع کرد و یک دشمنی تاریخی که تا به امروز هم ادامه پیدا کرده به وجود آمد، و بعدم مسئله انتخاب جانشین برای ایشون و مسائل سیاسی که اونجا مطرح شد، اختلافات سیاسی که مطرح شد و 3 تا 4 تا خلیفه اول اسلام در همین مدینه بودند که حضور داشتند. بنابراین مدینه شهر تاریخی اسلام است، شهر تاریخ سیاسی اسلام است. اما عرض کردم خدمتون که کسانی که میخواهند بروند به مکه و به اصطلاح حاجی بشوند باید احرام ببندند، یعنی اینکه لباسهاشون رو در بیارن و 2 تکه پارچه رو به خودشون بپیچونن، و احرام از باب حرام کردن می آید و از اون لحظه به بعد همه چیز دنیا بر شما حرام می شود و شما تبدیل می شوید به مرده ای که متحرک است اما نه مالکیت دارد، نه علاقه دارد، نه پیوندی با هیچ چیزی دارد، هیچی نداره، زن و بچهش هم برش حرام هستن. و باید حالا
که این احرام رو بستید باید آدابی رو عرض کنم که انجام بدهید تا در پایان اون بتوانید این احرام رو از تن در بیارید، لباس خودتون رو بپوشید و تمام آنچه که بر شما حرام شده است حلال بشه. آقای جوری ببخشید، این جزئیاتی که میگید نشون میده که چقدر دقیق شده بود تو این ماجرا. این به قصد این که بود رفته بود اونجا حقیقتی رو دریافت بکنید، یا اینکه نه شما پذیرفته بودید اسلام رو با تمام وجناتش و حالا رفته بودید که با به اصطلاح با تکالیفش آشنا بشید از نزدیک، کدام یه؟ یعنی پیشاپیش تسلیم شده بودید در برابر مذهب، یا اینکه نه رفته بودید ببینید حقیقتش چیه، حقیقت مذهب چیه؟ ببینید من به عنوان یک مسلمان رفته بودم اونجا، ولی اونجا بود که همه چیز رو بر من تحمیل کرد. در مدینه منو واقف کرد به اینکه اسلام رو از دید جامعه شناسی و تاریخ سیاسی باید ببینی و این عینک عرفانی رو از چشمت بردار، واقعیت رو ببین. این قبرستان بقیه خلفا توش خوابیدن، ائمه در توش خوابیدن، همسران پیامبر خوابیدن، اون بر مسجد پیغمبره که خونش بوده، اونجا مسجد ذو قبلتینه که رفته اونجا نماز بخونه، قبلش رو عوض کرده و هجوم واقعیت تاریخی سیاسی من رو از یک شیفتگی که پیدا کرده بودم به یه راه معنوی برای خودم عرض کنم که بیرون کشید. آه در واقع در شما ترک ایجاد کرد. صد درصد. جالبه. میدونید چجوریه؟ مثل این میمونه که این عروسک های روسی رو شما دیدید که از وسط نصف میشن، وقتی ورشون میدارید میبینید یه عروسک دیگه توشه. اونو بر میدارید میبینید یه عروسک دیگه توشه. همینطور لایه های مختلفی این واقعیت داره که مجموعهش شما رو تبدیل میکنه به یک اهل ایمان. اما شما وقتی که ور این پوسته ها رو از هم باز میکنید و بر میگردید به واقعیت مادی زندگی، دیگه همونی نیستید که بوده اید. البته یه تجربه ای رو کرده اید که این تجربه هرگز شما رو دیگر رها نخواهد کرد. من در یکی از برنامه های گذشته عرض کردم که من هنوزم در خودم یک عارفکی رو میبینم که گاهی سرک میکشه و حرفایی به من میزنه، ولی دیگه من مذهبی نیستم، از مذهب جدا شدم و این اتفاق در مکه افتاد نه در مدینه. یعنی اینکه من وقتی که عرض میکنم که ما احراممون رو که مسافران مدینه باید در مدینه احرام ببندند و 400 کیلومتر رو به طرف جنوب با اتوبوس‌های سرباز، چون هر احرام بسته‌ای حق نداره زیر سقف بنشینه، بنابراین سقف اتوبوس‌ها رو برمی‌دارن و شما میشینید در یک شب غلیظ عرض کنم که نجد عربستان و 400 کیلومتر رو میرید و این آسمان آمده تا روی صورت شما با ستاره های درشت خودش و این سکوت و درندشتی صحرا و اینکه شما واجب است که مرتباً بگویید لبیک اللهم لبیک. یعنی دعوتم کردی من پاسخ دادم و آمدم و دیگه شما با خود خدا طرف هستید، داری با او صحبت میکنی، مردی، از خودت تهی شدی، احرام بر خود بستی، همه چیز رو بر خود حرام کردی و به میهمانی خدا میروی. بنابراین خب این یه حالتهای خاص روانی رو در آدم ایجاد میکنه و میزان اشتیاقش رو، میزان آگاهیش رو نسبت به کل هستی بالا میبره. و بعد شما آخر شب میرسید به شهر مکه و شما رو میبرند به هتل و شما چیزی هم ندارین چون هنوز احرام تنتونه، چمدوناتون رو میذارین تو هتل و سرا از پا نشناخته میرید که خانه ابراهیم رو، خانه خدا رو، خانه اسماعیل و هاجر رو زیارت بکنید. و عرض کردم که در اونجا هم خب در اون سالی که من آمده بودم
با گذشته مکه فرقهای بسیار کرده بود. یعنی دولت عربستان سعودی یک عده از بزرگترین معماران و نور پردازان عرض کنم که ایتالیایی رو آورده بود و به دور این مکعب کعبه که روش هم اون عرض کنم که روکش سیاهی که با گلاب قمصر کاشان شسته شده بود و از طرف ایران هدیه شده بود، روی این جعبه بزرگ قرار گرفته بود. اینها بر دور اون یه چیزی مثل یک استادیوم ورزشی رو با سنگ مرمر ساخته بودن. تمام کف محوطه مرمرین بود و بعدم نورپردازی حیرت انگیزی، یعنی شما که از اون شب عمیق عربستان به مکه رسیده بودید، یک مرتبه در دریای نور عرض کنم که وارد می شدید به یاد تمام اون احادیث رو عرض کنم که سوره های می افتادید که در مورد اینکه خدا نور است و ذاتش در نور هست و اینها می افتادید. به هر حال بسیار صحنه، شاید عجیب ترین صحنه بود که من تا کنون در زندگی خودم دیده ام. بعضیا میرن مثلا آبشار نیاگارا رو نگاه میکنن و از عظمت این آبشاری که داره فرو میریزه حیرت میکنن. نمیدونم فضانوردان میرن به جو زمین از اون بالا این کره آبی رنگ عرض کنم که لاجوردی رو میبینن و حیرت میکنن، برمیگردن و میگن ما همون آدمی نیستیم که قبلا بودیم. برای من هم این عجیب ترین صحنه بود که من میدیدم، یک استادیوم بزرگ ورزشی، یک ساختمان مکعب شکل در میانش با پرده سیاهی روش افتاده و 2-3 میلیون آدم که همه دو تا تیکه لباس به تنشون دارن و دارن دور این خانه میگردن و فریاد میزنن لبیک اللهم لبیک. واقعا صحنه عجیبی بود. عرض کنم که خب شما وقتی که زیارت یعنی این طواف دور مکه را انجام میدید، تازه مسیر کار مربوط به زیارت مکه یا کعبه آغاز میشه. در این عربستان، در اون منطقه ای که مکه وجود داره، دو رشته کوه وجود داره که اینها عین ساعت شنی به هم نزدیک میشن، از هم دور میشن، نزدیک میشن، از هم دور میشن و انتهاشون میرسه به یک فاصله مثلا شاید 500 متری از هم، لبه های این کوه ها که حالا به اون خواهم رسید. این گشودگی ها رو بهش میگن وادی. 3 تا وادی وجود داره که حاجی ها باید برن. در اون وادی اول عرض کنم که اسکان پیدا کنن و بعد رفته رفته به وادی دوم بیان و به وادی سوم بیان و پس از وادی سوم آمدن وارد دو مرتبه مکه بشن. بنابراین ما یه 3 روزی رو باید در بیابانهای عربستان میگذروندیم و خب رفتیم دیگه، سوار اتومبیل شدیم و اتومبیل سرباز البته. هنوز همون آدم مجذوب بودید یا نه حالا یواش یواش شروع کرده بود ایجاد حالت انفعالی در شما؟ مجذوب تر از گذشته هم بود. یعنی تقویت هم شده بود هنوز؟ بدون شک. عرض کنم که خب رفتیم به اون وادی بالایی که بهش میگن عرفات. خب عرفات از عرفه، از عرفان و از معرفت میاد، یعنی اینجا یک وادیه که شما باید اقامت بکنید و به میگه ما عرفنا که حق معرفتک، به قول سعدی باید حق معرفت خداوندی رو عرض کنم که درک بکنید. بنابراین هیچ کاری ندارید که بکنید، باید اونجا بمونید و بیاندیشید. خب 2-3 میلیون آدم آمدن توی این وادی، براشون چادر زدن، زیر هر چادری مثلا 20 نفر آدم گرفتن نشستن و اینا قرار روز رو اونجا به سر ببرن و
یک مرتبه شما متوجه این میشید که زندگی برگشته به سطح اولیه خودش، یعنی آدم هایی که هیچ کاری ندارن، نشستن با هم دارن گپ میزنن و عرض کنم که میخورند و بیرون میرن و کار دیگه ای نمی کنن. اصلا اون که قراره که اینها بشینند و در خود فرو برند و به معرفت الهی برسند خبری نیست، از چادرها صدای خنده برمیخیزد و اینها. و خیلی صحنه به نظر من زننده و بدی بود. حالا شدیدم که البته در اونجا هتل هایی درست کردن و نمیدونم راه ها رو درست کردن، اون موقع هنوز جنبه خاکی این وادی عرض کنم که عرفات وجود داشتش. خب بعدش باید می آمدید از این تنگه انتهای وادی عرفات می آمدید توی وادی مشعر، که وادی مشعر هم عرض کنم که محل شعور است و فکر کردن و شاعر شدن و آگاه شدن. یعنی در واقع این اسبزاری ها و اینها که البته بعدن که رفتم و مطالعه کردم دیدم هیچ کدوم اینها مربوط به اسلام نیست، این آیین بسیار کهنی بوده است در عربستان. میدونید که پیغمبر اسلام دارای دو جور احکام هست، یکیش رو میگن احکام انشائی، یکیش رو میگن احکام امضایی. احکام امضایی به آن معنی است که این مسئله در گذشته هم وجود داشته و ایشون زیرش رو امضا کرده، بنابراین پذیرفته یک سنت یا آداب کهن رو. چیز زیارت مکه یک چنین چیزی، البته ایشون تغییرات متعددی درش داده، حتی یه موقعی بود که آدم ها باید لخت دور این خانه کعبه میچرخیدن که بعدن این مسئله احرام آمد و غیر و اینها. و عرض کنم که اما احکام انشائی احکامیه که در گذشته وجود نداشته و ایشون اون رو انشاء کرد. به هر منظور من اینه که این عرفات و مشعر و بعدم میرسیم به وادی منا، این ستا در واقع مثل یک مراحل سفر سگانه ای هستند برای آدمی که میخواد با خدا یکی بشه یا در خدا مستحیل بشه یا در با خدا روبرو بشه، هر جوری که هر آدمی به خیال خودش بشه. به قول مولانا میگه هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هر چه میخواهد دل تنگت بگوی. و اونجا دیگه هیچ کی این وسط نیست، نه آخونده است که بیاد تو رو سیخ بزنه که آقا نماز تو کش خوندی، نه حتی امام هست، نه پیغمبر هست، خودتی و این بادی های سگانه و اون چیزی که میگن خداست و عرض کنم که حضور داره و تو به میهمانی او آمده ای. در عرض کنم که منا هستش که یک سری مراسمی رو باید شما انجام بدید که مهمترینش اینه که اول برین به سه شیطان سنگ بزنید. عرض کنم که الان من در عکس هایی که میبینم اخیراً وجود داره در اینترنت و این حرف ها، من میبینم که اون محوطه‌ای که این سه تا شیطان رو وجود داره الان خیلی خوب ساختنش و سنگ مرمر و این ستونهایی رو هم که حکم شیطان رو دارند خیلی مزین کردن. اما اون سالی که ما رفتیم اونجا یه جای مخروبهی بود، یه دیواره نصف مثلا یه متری دورش کشیده بودن و سه تا ستون از سنگهای روی هم گذاشته و با گل و هم چسبیده گذاشته بودن و حاجی ها باید برند حالا سنگ جمع بکنند و به هر کدوم از این سه شیطان هفت تا سنگ بزنه. من از هر کی میپرسیدم که آقا این سه تا شیطان چی هن؟ حکمتش چیه؟ چرا بهشون سنگ باید زد؟ عرض کنم که میدیدم اصلا کسی این حرفا سرش نمیشه، یکی لنگ کفش رو در میاره پرت میکنه، یکی سنگ میزنه و غیره، و قصدشون اینه که این کارا رو انجام بدن هرچه زودتر و برن. من البته
روی اون تعالیم عرفانی که دیده بودم برای این اتفاقی که داشت می افتاد معنا احساس می کردم و اون رو یک کار سمبولیک می دیدم و این هر کدوم از این شیطان ها سمبول یه چیزی بودند که تو در احرام بسته باید سنگ بهشون بزنی. آیه میبودی چند دقیقه دیگه داریم؟ امین جان چند دقیقه دیگه وقت داری؟ پنج دقیقه دیگه، چهار دقیقه دیگه، چهار دقیقه اونی، بفهم. بله، عرض کنم که در اون تعالیمی که آدم مثلا میرفت کتابای عرفانی رو میخوند در مورد هفت شهر عشق و اینها، صحبت در این بودش که بنیاد عرفان بر این است که جسم اول به وجود آمده و روح بعدن وارد این جسم شده. در قرآن هم هست که خدا میگوید که من انسان رو از گل آفریدم و نفخت منها من روحی، از روح خودم بر او دمیدم. و روح خدا بی نهایت، خدا موجود نهایتمند و کوچکی نیستش، اما این روح بی نهایت وارد این جسم دارای جغرافیای معین و محدود میشه و یقین میکنه که این جسم است. یعنی در حکمت ما، در عرفان ما، زندگی یعنی هنگامی که روح بی نهایت یقین میکنه که این جسم محدود و نهایتمنده. از تلفیق این دوتا یه ماجرای غریبی به وجود میاد، برای اینکه خب این جسم یه نیازهای مختلفی داره، مثلا گشنش میشه، یه معده کوچیکی هم داره، یه چهار تا دونه خرما و این حرفا و نون هم که بخوره شکمش پر میشه، اما اون روح که فرمان این بدن رو در دست داره بی نهایته. بنابراین گرسنگی دیگه به مقدار غذا مربوط نمیشه، انعکاس این نیاز جسمانی است که در اون روح پهنابد قرار میگیره. بنابراین انسان همواره نسبت به نیازهای بدن خودش گرسنه است. این رو در عرفان میگویند اولین شیطان، شیطان نفس. و عرض کنم که این تضاد بین بی نهایت و نهایت موجب میشه که این روح به فکر این بیفته که خب حالا من نمیتونم همه غذاهای دنیا رو بچپونم توی این معده، اما برم همه غذاهای دنیا رو جمع بکنم بیارم، بعد یواش یواش به خورده این بدم. در عرفان اون نیاز بدنی رو بهش میگن شهوت و میگویند که از دل شهوت است که شیطانی به نام ثروت به وجود میاد. ثروت یعنی انبوه کردن و انباشتن و جمع آوری چیزهایی که این بدن احتیاجی بهشون نداره، ولی اون روح بی نهایت فکر میکنه همه اینا رو باید جمع بکنه. و از دل این مراحل از رفتن از شهوت به عرض کنم که ثروت هست که شیطان سوم به وجود میاد که اون قدرت باشه. یعنی شما میبینید که خب همه ماها، اگر که این فلسفه درست باشه که همه ما یک روح بی نهایت در یک جسم نهایتمند هست و همه ماها شهوت خواه هستیم و به اون لحاظ ثروت خواه هستیم، خب همه با هم دیگه می جنگیم سر این ثروتی که وجود داره. بنابراین من باید خودم رو در موقعیت قدرت قرار بدم که بقیه رو سرکوب بکنم و عرض کنم که خودم تمام این ماجرا رو در دست بگیرم. خب تا همینجا رو بس داشته باشیم، همینجا به این تقسیم بندی یادم باشه این پرسش رو دارم با آقای دکتر نوری علا که این توصیفاتی که الان دارن میکنن توصیفات اون نوری، آقای نوری علای جوانیست که در مکه و مدینه بوده یا نه این توصیفات متعلق به امروزه؟ ایشون نخه، من همون موقع اونها رو خوندم. این توصیفات بنابراین اون چی که دارن میگن مربوط میشه به جوانی که اون زمان و اون سفر مذهبی را. تشکر از دکتر نوری علا، ادامه میدیم گفتگو رو، دو روز بعد یادتون باشه ادامه برنامه رو گوش کنید ببینید.